میخواستم به این هم اشاره کنم که یه تحقیقی رو که من عرض کردم تحت عنوان تحلیل محتوای فیلم‌های سینمایی پس از انقلاب درباره وضعیت زن و خانواده و میزان تقریبش با جایگاه مطلوب زن در نظام اسلامی، نمیخوام حالا بگیم خیلی اونجوری بشیم، حالا در واقع مقدورم نشدیم تا به مطلوب برسیم، حالا ما مقدورش هم قبول داریم، فعلا وضعیت موجود مقدور مطلوب. من اینا رو با چند تا شاخص تو 2 دقیقه تمام میکنم. ببینید این تصویری که نشون داده شده عرض کردم تو دوره جنگ، یعنی در مدیریت های مختلف، اصلا به من چیز سیاسی نزنینا، ما یه کار تحقیقاتی سیاست گذاری، دوره سازندگی، این عنوان رو میتونم بگم دوره اصلاحات تا سال 82 هم هست. اولا ژانرهای سینمای ما از ژانرهای، یعنی افزایش ژانرهای عاشقانه و خانوادگی و کاهش ژانرهای حالا جنگی، دفاع مقدس، پلیسی، کمدی و الاخر. فقط خلاصه میگم سن بازیگران من اگر یکمی هم دستبندی، چون تون میخوام بگم و هول میشم، ما معلم ها سر کلاس وقت هول میدن زیاد هم حرف میزنیم، کم شدن سن بازیگران که در واقع بین 19 تا 30 سال بوده به 13 تا 19 سال افزایش پیدا کرده خانم، بله کاهش پیدا کرده، نابرابری تحصیلی علارغم که زنان ما رشد داشتن، ببینید از اون دوره دیگه من 3 دوره رو تکرار نمی کنم، نابرابری تحصیلی درست زنان ما تحصیل کرده شدن و بیشتر در فیلم ها نشون داده میشه، اما اون نابرابری تحصیلی بین نقش اول زن و نقش اول مرد به وضوح به چشم میخوره. وضعیت تأهل، ببینید در فیلم ها به تدریج بر نقش زنان و مردان مجرد افزوده شده و این رو به عنوان یه ارزش اجتماعی جدید داره تعریف میکنه، یعنی مجرد بودن و مرتب خانواده از حالت گسترده هسته‌ای حالا هم دیگه مجرد، اون موقعی هم که بحث خانواده رو مطرح میکنه یا بحث ازدواجه موقت رو مطرح میکنه یا مجدد رو، در حالی که به بحث خانواده و بحث زوجیت که انسان زن و مرد در پرتو اون به کمال میرسن خیلی کم. بر میزان بازیگران نقش اصلی که بی فرزند هستن و نمیخوان فرزنددار بشن، حالا نگیم چرا میانگین سن ازدواج اینجور شده، چرا جوانای ما ازدواج میکنن تا 10 سالم نمیخوان بچه دار بشن، حالا تحلیلش دیگه با خودتون، من همه اینا رو رقم دارم. در دوره جنگ مثلا اون نقش اولی که بی فرزند بوده 48% فاقد بی فرزند بودن، دوره سازندگی 65%، دوره ازدواج 67%، همه اینا درصد داره. بحث ازدواج رو عرض کردم، بحث طلاق، سوژه طلاق اصولا در فیلم‌های سینمایی ما بسیار زیاد بوده که این کشمکش و طلاق در زمان جنگ 27%، سازندگی 50% و اصلاحات 69%. توی بحث برام حال چیزای مهمترش، تو مناسبات زن و مرد حضور بیرون زن خیلی پررنگتر و حضور مادری، نقش مادری، من نمیخوام بگم زنی فقط یک در واقع کار فیزیکیه این وظیفه رو در خانه داره، اما واقعا نقش تربیتی زن که ارزشمنده این بسیار کم، ارتباط رو در رو با نامحرم و روابط نامشروع و نامحدود زن و مرد در این فیلم ها و اون بحث روابط عاشقانه مختلط و چک، حالا بعضیشون هم دیگه من روم نمیشه بگم، و و ارقام پوشش زنان، حالا چه از بود، حالا من نمیخوام بگم باز چون خیلی باید در جمع های دانشجویی حساب شده، من نمیخوام بگم فقط ما یک نوع پوشش داریم و اونم فقط چادره، نه، من پوشش رو به عنوان حدود هر حال حالا شرعی و فقهی و قابل قبولش رو من عرض میکنم، به تدریج میبینیم که بسیار کم شده، آرایش و چهره زنان بسیار بد شده، اینا عدد داره همینجوری من نمیگم، انجام مناسک نمادهای مذهبی که اصولا نمادم، من نمیگم که بیان، خودتون میدونید استاد ما پیش ما هست که ما میگیم واسه فقط یه صحنه دعا و نماز و فلان و اینا رو به صورت اعمال عبادی تصنعی نشان بدن، نه اینو نمیگم، اما اون چیزی که به عنوان سیر و سلوک مذهبی در بین زنان حالا بازیگران و نقش هایی که گذشته این بسیار کمه و در دوره جنگ 11.4% بوده، در سازندگی 6% و در اصلاحات 3%. الان تمام میکنم، میدونم دل آقای فهیم داره شور میزنه و بله یه چیزی بود که خیلی جالب، به هر حال نشون میده که وضعیت به هر حال پس تأهل، خانواده، ازدواج، کشمکش ها، روابط در یک جنبندی که بوده و خلاصه در بسیاری از این فیلم ها هم اینم بد نیست من بگم اگر هم خواستن از حقوق زنان دفاع کنن
واقعیت قبول کنید. من 8 سال 9 سال دارم روی این چیزا مطالعه میکنم. هدفشون هم حل مشکل حقوقی زن نبوده. من گفتم من منکر ظلم بعد ظلم ها، حالا در اثر عوامل مختلف، نگرش ها، هرچی، احتمالا ضعف قوانین، بعد اجرا شدن قوانین، اینا نیستم. اما بهانه اونها تقابل زن اومد، بهانه ناکارا جلوه دادن احکام دین. البته من بین این تفاوت قائلم، یه دفعه من مجری بعد عمل میکنم، یک دفعه من اصلا میخوام به قول معروف دین رو و حکومت رو ناکارا و تشدید روحی، همطور که از کردم تقابل و تقاسم، حتی بدبین کردن جامعه نسبت به زنون شدن. شما الان برید بین جوانان میگیم ازدواج کن، ای بابا زنهای ما ببینید چی جوری هم، دخترهای ما ببینید چی جوری هم. این کاهش اعتماد به نفس، این تقویت روحی بدبینی نسبت به زنان، به خدا اینطور نیست. زنان جامعه ما هنوز هم اصلا قابل مقایسه با زنان و دختران کشورهای دیگه از نظر نماده و شاخص فداکاری، گذشت، نجابت، عفاف، قانع بودن، همه اینها هنوز هم زنان ما کم نظیرن. اما بالاخره این تصویری است که رسانه های تصویری ما از زن، پس حق بدیم که همه ما از این رسانه ها گله‌مند باشیم. اگر هنر هنر متعهد به چی تعهد؟ به چیزایی که درسته. آیا ما زیاد انتظار داریم؟ آیا ما میگیم بابا شما بیاید وضعیت زنان ما رو که انقدر بر اساس حتی اصول زیبایی شناسی، اصول جامعه شناسی، اصول روان شناسی، تعلیم و تربیت، شما بیاید آیا شما واقعا شناخت درست از زنان ما دارید؟ من عذرخواهی از خانم تیموری میکنم، ولی واقعا هنرمندان ما حالا به هر دلیلی با هر چیزی میخواد کارکرد اونها گیشه رو معنادار بکنه، میخواد مخاطب رو، نمیدونم ذائقه مخاطبم که مریض کردن، مخاطبم که دیگه اصلا دوست نداره، زده شده از اینا، بدتر از اینا رو میره تو فیلم های آنچنانی میبینه. بابا بیاید بومی کنید سینما رو، بیاید با استناد به دستورات اسلام و اون چیزی که وجود داره و واقعیت های حتی جامعه ما که بسیار خوب و مطلوبه. من از اطاله کلام خیلی عذر میخوام.